بسم الله الرحمن الرحیم. امروز روزی شنبه هست، 21 فروردین ماه 1401، جلسه 12 درس روش عناصر محدود هست که در خدمت عزیزان هستم. شاید لازم باشه برای برقراری انسجام بین مطالبی که امروز میخوام بگیم و مطالبی که جلسات بعد و حتی تو درس ریاضیات داریم معرفی بکنیم که ارتباطی برقرار بکنیم و انشاءالله سعی کنیم مطلب رو ادا کنیم. به طور کلی اگر خاطرتون باشه تو درس ریاضیات عالی مهندسی مقطع کارشناسی ارشد گفتیم هدف ما از تلاش در ریاضیات کاربردی حل معادله است. در پاسخ به این سوال که ما چند نوع معادله داریم، ما گفتیم 5 نوع معادله داریم. معادلات جبری، معادلات ODE، معادلات PDE، معادلات IE و بالاخره معادلات ترکیب. در پاسخ به این سوال که ما تا الان دنبال حل معادله بودیم کدام یکی از اینها رو دنبال میکردیم، یعنی مسئله ما چه نوع معادله برش حاکم بود که تا الان بهش پرداختیم و امروز و جلسات آینده قرار داریم رو چی صحبت بکنیم. گفتیم اگر چنانچه این 5 نوع معادله رو با 3 تا مفهوم ترکیب کنیم چه تا تاپیک تولید میشه؟ این 3 مفهوم چی بود؟ سینگل ورسس سیستم، لینیر ورسس نان لینیر، انالیتیکال ورسس نیومریکال. خوشبختانه در روش عناصر محدود برخلاف ریاضیات عالی مهندسی مقطع دکترا همش انالیتیکال بود، تو در روش عناصر محدود همش نیومریکال، یعنی همش و پسمند و پیشمند نیومریکال کار داره. تا الان بچه ها شبکه آ، شبکه ب، شبکه خرپا، شبکه فنن که تحلیل شد، روی کرده ما برای تحلیل و معادله حاکم بر مسئله معادله جبری بود. حالا ما میخوایم شروع بکنیم به این سوال پاسخ بدیم که اگر چنانچه مسئله ما دیسکریت نبود، پیوسته بود، عنوان سمپل پرابلم میخواییم یک مسئله رو مطرح کنیم و با انواع و اقسام روش ها حلش بکنیم و بعد ببینیم این روش ها چجوری با این مسئله واحد قابل مقایسه با هم هستن. فرض کنید یک تیری داریم، یک سر تیر مفصله، یک سر تیر قلتک. دهنه این تیر رو به ما دادن، سختی خمشی این تیر رو هم به ما دادن. فعلا برای این مسئله فرض میکنیم که مقدار سختی خمشی در طول تیر ثابته، ولی میتواند سختی خمشی در طول تیر هم متفاوت باشه. لطفا با حوصله با دقت به جملات توجه داشته باشید، ببینید پیامدش چی هست، جمله چی بود،
سختی خمشی توی این مسئله مقدار ثابتی داره، ولی میتواند سختی خمشی متغیر باشه با مکان. تکیگاه تکیفش روشن شد و بارگذاری ما از جنس لنگر متمرکزی هست که دو سر عمل میکنه، مقدارش هم ثابت. یعنی ما یک تیری داریم که شروع کردیم در محل تکیگاه ها، دو لنگر متمرکز وارد کردیم. میخوایم ببینیم دیفلکشن این تیر در نقاط مختلف چقدر. پس بنابراین بیاید همون تو چارچوب فلوچارت فکر کنیم. تبیین هدف، هدف رو تبیین کنیم. هدف ما رو معمولا میگه میخوام هدف رو توی این مسئله تبیین کنیم، باید بگیم که چی به ما داده شده، چی از ما خواسته شده. given L geometric property به ما داده شده، طول دره. سختی خمشی هم به ما داده شده. ایار. و لنگر متمرکزی که در ابتدا و انتهای تیر هم اثر میکنه به ما داده شده و بالاخره طبیعت ساپورت نیچر آف ساپورت. یه طرف مفصله، یه طرف قلعک. چی از ما خواسته شده؟ از ما خواسته شده که بریم دیفلکشن این تیر رو در نقاط مختلف تیر بدست کنیم. بعد که دیفلکشن رو بدست آوردیم، با داشتن دیفلکشن میدونیم که بچه های سازه یکی از اهدافشون توی کلیه کارهاشون محاسبه دیسپلیسمنت فیلد، یه جورای دیسپلیسمنت فیلد دیگه، جا به جایی هست. بارگذاری رو بهشون میدن و دیسپلیسمنت رو از چون میخواد. دیسپلیسمنتی که داشته باشن با دیسپلیسمنت میتونن برن و میدان نیروی رو به دست بیارن. ما هم توی رشته آب اگه میدان سرعت رو بهمون بدن، با داشتن میدان سرعت میتونیم بریم میدان فشار رو به دست بیاریم. یه جورایی مثل اینکه بگیم کینماتیک که بهمون بدن، میتونیم بریم دینامیک رو به دست بیاریم. این جوری ببینیدش قضیه رو. اولین سوالی که تو ذهن ما شکل میگیره این هست که شاید اینها بخشی از مدل مفهومی هست که باید در این مسئله بسازیم. این هست که بگیم این سطح چجوری به این سطح مربوط میشه؟ یا حتی قبل از اینکه این سطح رو به این سطح مربوط بکنیم، یه مقداری بیایم تحلیل کنیم. مثلا بریم نمودار لنگر خمشی رو بکشیم، نمودار نیروی برشی رو بکشیم که از چی داریم اینها رو؟ از استاتیک و دینامیک و اینها داریم. بعد بحث ثابت بودن امزی رو مطرح کنیم. What happened اگر امزی رو یه تابعی از زمان باشه رو مطرح کنیم که حالا همه اینها میتونن موضوعیت داشته باشن. این عملا فنر ما یه حالت دینامیک پیدا بکنه یا این تیر ما. و بعد بگیم خب حالا تقریبا روشن شد که چی داریم، چی میخواییم،
و بعد بگیم میخوام این مدل مفهومی رو تبدیل به مدل ریاضی کنیم. ابزار ما برای تبدیل مدل ریاضی، مدل مفهومی به مدل ریاضی، دروسی هست که کجا خوندیم؟ کارشناسی خوندیم. مهمترینش برای این مسئله درس مقام رسانه هست، مکانیکس آف دیفورمبل بادیز. اگر چنانچه برگردید به آموزه های خودتون توی درس مقام مساله یا مکانیکس آف دیفورمبل بادیز عنایتی داشته باشید، خواهید دید که گوهنه ایکویژن برای این مسئله هستش دی آی دی دوی فی به دی اکس دو مساوی هست با ام زیرو. یا دیه دوی به دی اکس دوی ای آی دی دوی فی به دی اکس دو مساوی با امیگای که صفر اینجا. خب اگر این معادله رو بگیرید پرایمریتون میشه چی؟ فی. سکندریتون میشه چی؟ دی فی به دی اکس. اگر این معادله رو بگیرید اینجا پرایمری که داده شده از منظر تقسیم بندی شرایط مرزی به این میگیم اسنشال اور جیومتریک باوندری کاندیشن. ترجیح ما این هست که به جای که اینها رو بگیم که یادمون نمیره تو دیسیپلین‌های مختلف، بگیم شرایط مرزی از نوع اول باوندری کاندیشن آف دی فرست تایم. شرط مرزی نوع دوم چی بودن؟ که به ما سکنداری داده بشه. شرط مرزی نوع سوم چی بود؟ نه پرایمری نه سکنداری، بلکه ترکیبی از اینها به ما داده بشه.
برای این مدل دومی هم که بچه سازه بیشتر باقی آشنا هستن تا این مدل درزی چهاره بیشتر باش معلومستن، باید چهار تا شرط مرزی، دو تا این طرف، دو تا این طرف بدیم. خب فی در صفر چقدره؟ صفر. ولی دی فی به دی اکس به ما داده نشده. دی فی به دی اکس چیه بچه ها؟ اگر چنان چی من برم دی فی چنکر رو برای بکشم، دی فی به دی اکس عملا در اینجا میشه این، دی فی به دی اکس در اینجا هم میشه که نمیدونیم چقدره، اینجا هم نمیدونستیم چقدره. اسلوپ دیفلکشن کر در هر نقطه‌ای سکندری وریبل ما هست توی این معادله. توی این معادله فی و دی فی به دی اکس پرایمری هم، دی دو فی به دی اکس دو و دی فی سه فی به دی اکس سه سکندری هستن. به طور کلی اگر ما رو مرتبه معادله این باشه، خواهش کنم دقت بکنیم، سخت و خام ساده دیم. اگر مرتبه معادله n باشه، n دومش پرایمریه، n دومش سکندری. خب اینجا باید بگیم اطلاع دوم ما این است که به ما دی دوی فی به دی اکس دو داده شد. دی دوی فی به دی اکس دو در اکس مساوی با صفر، حالا علامت لنگر از یک کتاب به یک کتاب دیگه چطوره؟ فرق میکنه، ولی بیشتر کتاب ها اجماعی که روی لنگر مثبت دارن نسیمگن لنگری مثبت هست که بالا کش فشار و این کشش، که این میشه چی؟ مثبت میشود مساوی با ام زیرو روی اینا. نه این میشود جنسش باوندری کاندیشن آف دی فرست کایند، این میشه باوندری کاندیشن آف دی سکند کایند چون سکندری. این طرف فی در ال صفر و دی دوی فی به دی اکس دو در اکس مساوی با ال هم هستش ام زیرو روی ای آن. اگر چنانچه شما برید و شروع بکنید این معادله یا این معادله رو حل بکنید، یادتون بود که گفتیم سینگل ورسس سیستم، لینیر ورسس نان لینیر، انالیتیکال ورسس نومریکال، خوشبختانه هم این معادله هم این معادله مربوط به حل انالیتیکال، یعنی ما میتونیم انالیتیکلی حلشون بکنیم و فی از فانکشن آف اکس رو به دست بیاریم. علتی که من این مسئله رو انتخاب کردم همطوری با من جلو میره به خاطر این هست که من انالیتیکال سولوشن دارم، میتونم یه ارزیابی از روش عددی هم داشته باشم. بچه ها به این نحوه نگارش مسئله میگن دیفرنشال فرمولیشن یا استرانگ فرمولیشن.
به این نگاه نحوه نگارش مسئله، تبیین صورت مسئله میگن دیفرنشیال فرمولیشن. هر مسئله‌ای که تو سازه دارید
دو نوع فرمولیشن داره. یه فرمولیشن دیفرانسیلی که اینه و یه فرمولیشن انتگرالی. آیا بدونی فرمولیشن انتگرالی به چی تو ساز مربوط میشه؟ موقعی که شما از کار مجازی استفاده میکنی، موقعی که از وضعیت کاسکیپلیانو استفاده میکنی، موقعی که از انرژی پرینسیپال استفاده میکنید برای تبیین معادله حاکمه، آیا بدونیم ما میتونیم دیفرنشیال فرمولیشن تبدیل به اینتگرال فرمولیشن کنیم؟ یا زیر این اگر چنانچه خواستیم یک عنوان دیگر بنویسیم چی بنویسیم؟ خوشبختانه اینجا هست که حساب تغییرات وارد معرکه میشه. من نگاه کردم دیروز اولین جلسه حساب تغییرات، ببینم تا الان چند نفر این جلسه رو دیدم. دیدم رکورد سامانه آپارات من با اولین جلسه حساب تغییرات شکسته شده. یعنی از همه ویدیوها تعداد مشاهداتش بیشتر بوده جلسه اول. تو جلسه اول حساب تغییرات چی گفتیم؟ اولین جلسه حساب تغییرات گفتیم یه سری مسائل هستن که موقعی میخوای شروع بکنی صورتشون رو تبیین بکنی، معادله حاکمه یک کنش من میشه. مثلا دو نقطه داریم، دو نقطه رو ببین آید دبیه بتونیم به هم بس کنیم. کدام یک از این گزینه ها طول این منحنی رو کمی نمیکن؟ یا یک کابلی داریم، به این دو نقطه حاویزش کردیم، شکلی که این کاب به خودش میگیره چند؟ یا اون کلیپی که براتون ارسال کردیم، یه نقطه اینجا داریم، یه نقطه اینجا داریم، به بی‌نهایت طریق میتونیم دوتا نقطه رو هم وصل بکنیم. یه گلوله گوشتیم اینجا روی یکی از منحنی ها رو باز کردیم، شکل منحنی چه باشد تا زمانی که این گلوله از نقطه شروع برکرد میکنه تا به این نقطه برسه کمی نمیشه. دیدیم این مسائل مستقیماً به معادله میانجامه که مشغول ما، یعنی معادله واقعاً نیست، معادله هم نیست، در واقع کنشمنده. که اگر یادتون باشه ما گفتیم شکلش اینجوریه: های از فانکشن ها فی ایکس مساویه با اینتگرال از x1 تا x2 f x فی x و فی پرایم x. حساب تغییراتی که شروع کردیم، خواهش کنم دقت بکنیم، حساب تغییراتی که شروع کردیم با این شروع کردیم، بعد آمدیم شرط لازم برای مانای این رو هم گفتیم. این رابطه معادله نیست، یعنی نمیگیم ما دنبال فی میگردیم که منجر به ارزای این رابطه بشه. اصلا این غلط یه حرفه که بگیم ما دنبال فی میگردیم که توی معادله صادق باشه. حرفی توی معادله صادقه. چرا؟ چون به جای فی که عدد بذاری، یه تابع بذاری، یه عدد بهت میده. منتها ما که دنبال اون عدده نیستیم، ما میگیم چه فی اینجا بذاریم که های رو، یعنی عدده کمینه بشه. حالا سوالی که میخوام امروز مطرح کنم این است که این چجوری به این معروف میشه؟ اصطلاحاً به این میگیم variational formulation. هر
ولی توی مکانیک محیط‌های پیوسته دو نوع فرمولیشن داره، یا دیفرنشیال فرمولیشن یا ویتد اینتگرال فرمولیشن. آن شریفی گفت چی شد اینجا گفتی وریشنال فرمولیشن، اینجا میگی ویتد اینتگرال فرمولیشن، موضوع چیه؟ می‌نویسمش توضیح میدم باشه. آیا بین ویتد اینتگرال فرمولیشن و وریشنال فرمولیشن تفاوتی وجود داره؟ چه ضرورتی داره که ما بریم تا
تبدیلش به ویک فور کنیم. حالا ویک فور یا از جنس وریشناله یا از جنس ویتن اینتگراله. چه ضرورتی داره؟ توی یادداشتی که خدمتون داره دو صفحه هم هست، هشتا حسنه عنوان یادداشت هستش differential formulation versus چی؟ variational formulation. و برای این دو صفحه آمدیم برای این مسئله differential formulation نوشتیم، بعد رفتیم تبدیلش به variational formulation هم کردیم و بعد گفتیم که این variational formulation در مقایسه با differential formulation از این محاسن برخورداره. ما برای اینکه برسیم به این محاسن، یعنی یه مقداری فراتر از این دو صفحه بریم جلو، بگیم مصادیق این محاسنی که اونجا اشاره کردیم چی هست، برمیگردیم به این سوال پاسخ میدیم. How could it be possible to convert differential formulation into variational formulation or a typical functional؟ این سوالی که پرسیدم تو نقط و قلمه کدومیشه؟ قدم یک discretize the computational domain into finite element. قدم دوم select interpolation function over a typical element. قدم سوم که تو مسائل جبری میگفتیم چی؟ میگفتیم applicable نیست، ولی الان باید بگیم حقی که به هست، چون معادله ما یا بودیگی یا پیدیگی. قدم سوم این بود convert differential formulation into either variational formulation or weighted integral formulation. من این استفسه رو به صورت قرمز بنویسمش و بعد شروع کنم روش مناور بدم. استفسه convert differential formulation into either variational formulation چرا نشیم ایده اور؟ الان گفتم تو این همین جلسه ها چرا نمیشنم ایده اور فور؟ Any comment؟ اشاره ای داشتم، گفتم ما هر دیفرنشیال فرمولیشن میتونیم به بیگر اینتگرال فرمولیشن تبدیل کنیم، ولی هر دیفرنشیال فرمولیشن نمیتونیم به وریشنال فرمولیشن تبدیل کنیم. به همین خاطر دستمون باز گذاشتیم که اگر نتونستیم دیفرنشیال فرمولیشن رو به وریشنال فرمولیشن تبدیل کنیم، بگیم این هنوز دستمون باز این کار رو کنیم. دو تا نوت دیگه هم بهتون دادم، هر کدومش 9 صفحه است. نوت اول مقایسه روش ریتز هست و روش فنت المنت. نوت دوم مقایسه روش متد ویتد رزیدوال هست با فاینایت المنت. 9 صفحه از هر کدومش. اولی هم که ریتز گذاشته بودم برای ریویژن زدم، کس فهمید تفاوتشون چیه؟ آی دکتر اون تعداد استپاش بیشتر فکر میکنم تعداد سر نه دو تا تفاوت
یعنی تو اون مودیفاید ریسی که فرستادم دو تا نکته اصلاح شده بودی، دو تا نکته خیلی ساده کسی دریافت نکرد تفاوت سر ثابت و مشلسیدن نه تو اولین فایلی که براتون فرستادم ماتریس ذرائب رو علامت مد زیرش نذاشته بودم فی حد رو میگی مد نذاشته؟ نه مد، اون مدی که زیر کاه هست یه اشتباهی هم کرده بودم که اشتباه هم اصلاح کردم توی یه جایی تو متنی که مثلا یه جاهاش بود باید بنویسم ایدر او دی ای او پی دی ای هر دوتا نوشته بودم پی دی ای این دوتا اصلاح رو انجام بدم شما میتونید توی ورد حالا توی پی دی اف نمیدونم ولی تو ورد میتونید فایل ها رو با هم مقایسه کنید این دوتا تفاوتی بود که فایل اولی ریس و فایل دومی ریس داشت پس فقط که ها یک پانمون چیز بده کردن مد پیدا کردن که ما ماتریس رو معمولا اونجوری نشون میدیم و بعدم توی متنم یه جایی نوشته بودم پی دی ای ان پی دی ای این باید بشه او دی ای ان پی دی ای استاد باید دقت کنیم نو وی اگر باید دقت نکنیم برگرد تجدید نظر کن فقط بنداشو خونیم که تفاوتاش کرده هستش بچه من یه مطلبی که انشاءالله پیشبینی کردم این ترمی مقداری بیشتر از این 25 سال بهش بپردازم البته نمیدونم سکرا خانم مهندس ریاضی یه بار دیگه داشتی شما دو بار ریاض داشتی شاید خانم مهندس غلامی هم قبلا با این موضوع برخورد کرده باشه کتاب آقای پدید صفحه 65 که الان امروز بهش میپردازم یه پاراگراف داره صفحه 65 کتاب آقای ردی لطفا بنویسینش و بعد بهش مراجعه کن پیج کتاب آقای ردی نشر 2006 که توی کالکشن که بتونم دادم هست تا نموزم من میخوام همین انجام بدم و بعد بگم و چیزی میخوام اضافه تر بگم چیه که همون موقع هم که خانم از غلامی درس ریاضی داشتن تو اون دوره به اونم پرداخت آقای بدی میگه اگر چنانچه شما میخواید دیفرنشال فرمولیشن رو تبدیلش بکنید به وریشنال فرمولیشن بای فانکشنالتون باید دو دو ویژگی داشته باشه هم بایلینیر باشه هم سیمتریک باشه و اون لی به اصطلاح جمله دومتون فانکشنالتون یه خشب داشته باشه لینیر باشه که حالا الان به صورت رسمی به دست اگر بایلینیرتون سیمتریک و لینیر بود و فانکشنال الیتون هم لینیر بود میتونید برید از این فرمول استفاده بکنید و ریشنال فرمولشون به دست بیارید بعد میگه اگر چنانچه این شرط ها نبود به دو تا رفرنسش ارجاع میده توی پاراگراف صفحه 65 که ما دوست دانشجو توی این دوره زمانی 25 ساله گذاشتیم چون این دانشجو هم توانایی‌هاش رو فرق میکنه به لحاظ تحقیقی طبیعی هم هست بعد از دو ماه آمدن گفتن آیا ببینید ما تمام صفحات این دوتا رفرنس رو زیر رو کردیم هیچ اثری از این حرفی که آقای ردی زده هر دوتاش هم رفرنس خودش هم پیدا نکرد کاری که ما انشاءالله این ترم بخواهیم انجام بدیم که بعد تو آپارات هم بار بزاری کنیم معرفی
قضیه هست به نام قضیه وایبرگ که جامعه هست، مانع هست و شما میتونید دیفرنشال فرمولیشن رو تبدیلش بکنید به وریشنال فرمولیشن، ولی هنوز دو حرفی گفتنش لازمه. اون حرفی که زدم و بعدم خواهید دید کجا کجا نشون میده این است که تمامی معادلات دیفرانسیال قابل تبدیل به وریشنال فرمولیشن نیستن. یه تعدادشون که حالا اون یه تعدادشون که هستن پاراگراف صفحه 65 داشته باشید که اینجور هم بعدم من میپرزم برش. یه سری معادلات دیگه هم هستن وریشنال فرمولیشنشون میتونید بنویسید، منتها نه از طریق روش ردی بلکه با استفاده از قضیه واینبرگ. من الان میخوام شروع بکنم به این سوال پاسخ بدم. خواهش می‌کنم سوال توجه کنید. چجوری امکان داره این رو تبدیل بکنیم به وریشنال فرمولیشن؟ موقعی که من میخوام این رو تبدیل به وریشنال فرمولیشن بکنم باید بین دو گزینه هم تمایز قائل بشم. گزینه اول، آیا میخوام این رو تبدیل بکنم به وریشنال فرمولیشن رو کل دومین؟ یا میخوام این رو تبدیل به وریشنال فرمولیشن بکنم روی هرمان؟ موقعی که میخوام برم این رو تبدیل به وریشنال فرمولیشن رو کل دومین بکنم یه مسیر رو دنبال میکنم، موقعی که میخوام این رو تبدیل به وریشنال فرمولیشن رو کل هرمان تبدیل کنم یه مسیر دیگه. اونی که رو هرمانه به فرند المنت میانجامه، اونی که رو کل دومین هست اگه وریشنال باشه میشه روش ریتس، اگر چنانچه weighted integral formation باشه میشه method of weighted residual. حالا خانم مهندس صادقی میگه خیلی قاطی شدی، خیلی شیر تو شیر شد، من نفهمیدم شما چی گفتی. شاید هم فهمیده باشه ها، ولی به شدت درس حساب تغییرات اینجا راه گشاست. خیلی خلاصه فعلا برای که من سیر تکاملی رسیدن به فنیت المنتو بگم، تبدیل این معادل یا این معادله رو رو کل دومینی هم تبدیل به وریشنال فرمولیشن، همین قابل تبدیل به وریشنال فرمولیشنه. همین چه کارهای باید بکنیم برای که به این قرمزه جواب بدیم؟ بفرمایید. روش میتود آف ویتد رزیجوال فرقش با ریتس رو گفتید اون رو کل دامنه هست؟ نه، متد ویتد رزیجوال وریشنال فرمولیشن ندارد، ویتد اینتگرال فرمولیشن روش ریس وریشنال فرمولیشن. بس سوال دوم، البته قبلا گفتین جسارت میکنم مجدد میپرسم، بای لینیریتی و فرش با لینیریتی الان این قرمز ها که نگاه کنید فعلا من میخوام بگم این دیفرنشال فرمولیشن چجور به وریشنال فرمولیشن تبدیل میشه. عکسش شما میدونید، اگه وریشنال فرمولیشن داشته باشید میدونید چجور تبدیلش به دیفرنشال فرمولیشن کنید، ولی نمیدانید اگه دیفرنشال فرمولیشن داشته باشید چجور تبدیلش کنید به وریشنال فرمولیشن. سه تا استپ دفعه فرمایید، سه تا استپ رو انجام میدیم که دیفرنشال فرمولیشن رو تبدیل بکنیم به وریشنال فرمولیشن. استپ یک، میایم نان هوموجینیس ترم رو که اینجا برای این یکی M0 هست، نان هوموجینیس ترم برای این چیه؟ صفر. هیچ. میاریمش این طرف و طرفین معادله رو در یک تابع وزنی ضرب میکنیم، از صفر تا L اینتگرال پس ما باید میان میگیم دی دوی فی به دی ایکس دو ای آی منهای ام زیرو بچه مقدارش چقدر؟
صفره ها؟ ولی نمیسی صفر را میان این رو ضرب در یه تاره وزن میکنیم و روی کل دامنه محاسباتی اینتگرال شأن نزول این کار چیه؟ دقیق بفرمایید شأن نزول این کار چیه؟ بچه ها اگر فی انالیتیکال باشه دقیقا این صفر میشه نه؟ اگر فی که جواب ماده انالیتیکال باشه به جاش بذاریم این مساوی میشه و صفر میشه آسانش یعنی صفر باسوله میشه ولی اگر فی نیومریکال باشه موقع که به جاش میذاریم این صفر نمیشه یک رزیجوال به ما میده ما میانیم این به این رزیجوال در اصلا مختلفه بحث میدیم میگیم اینتگرال این رزیدوال های وزندار وزن منطقه اگر خواستید یه استدلال دیگری برای خودتون داشته باشید که این از کجا به دست من یه جوری استدلال کنید بگید آقا این دی آی دی دوی فی به دیکس و نه اینجور صفر زبط در نبگیان بشه صفر میشه اینتگرال هم بگیری صفر این هم صفر اینجوری هم میتونید استدلال کنید دوباره یه بار دیگه مگه ما نداریم ای آی دی دوی ام به دی ایکس دوی موسای ام زیرو اگه این زیرو آوردیم اون طرف موسای صفره در دی ایکس هم ضربش کنیم هنوز صفره اگر در دبلیو ایکس هم ضربش کنیم باز هم صفره اینتگرالش هم صفره پس اون آقای موسای صفر این استپ یک استپ دو البته براتون این نکته الان جالبه تو تمام درس حساب تغییرات قادر بودید اینو تبدیل به این کنی امروز اومدیم بهتون میگیم چجوری اینو تبدیل به این کنی چون این الان ملکه شده دیگه براتون میدونید این چجوری به این تبدیل رو کنید ولی الان میخوام امروز بگیم چجوری این رو تبدیل به این کنی استپ دو میان این رو در این ضرب میکنیم و از اینتگریشن بای پارت استفاده میکنیم نصف از این مشتق رو از این برمیداریم میذاریم روی پس بنابراین اگر چنانچه من یک بار که باز نویسی این رو بکنم باید اینجوری بنویسم بنویسم اینتگرال از صفر تا ال بی آی در دبلیوی اکس دی دوی فی به دی ایکس دو دی ایکس منهای اینتگرال از سلتا ال ام زیرو در بلوی ایکس دی ایکس کار خواستی نکردم فقط ضرب کردم در بلوی ایکس در جملات داخل برکت ضرب کردم حالا این یکی رو میام درجه مشتق رو تقسیم میکنم نصفشو میدم به دبلیو نصفش هم رو خودش میذارم علی الوصول باید بگم ای آی یا اول دبلیو دبلیوی اکس رو بگیرم یوی اکس و ای آی دی دوی فی به دی ایکس دو رو هم بگیرم دی ای این دی ایکسش هم باید بزنیم عملا با این نامگذاری که انجام دادم این میشود یو دی قبول بر اساس اینتگریشن بای پارت باید بنویسم یو وی من های چی؟ وی دی یو منطقه پس اول برم دی یو و وی رو هم به دست دارم این میشه بردی دی دبلیو
به dx در dx مساوی با du. این هم می شود dy dv به dx مساوی با v. بریم جا بزنیم کنیم uv می شود ای آی دبلیوی ایکس دی فی به دی ایکس مناسب شده از صفر تا ال منهای اینتگرال از صفر تا ال وی دی یو ای آی ای دبلیو به دی ایکس دی فی به دی ایکس دی ایکس. کلی دو جمله معادلیه اینتگریشن برای پارت انجام شد. حالا همونجا هم یه اشاره بکنم که مقدار آمادگی ایجاد بکنم. مسئله ما الان یه بعدیه، قبوله؟ x خالی. اگه مسئله ما دو بعدی بود اینتگریشن بای پارتمون میشه گوس تیورم. و اگر چنانچه سه بعدی هم بود باز امکان تبدیل اینتگرال با استفاده از اینتگریشن بعد پارت و سه بود هم میسر هست. قضیه گرینز تیورم یا دو بودی گرینز تیورم سه بودی گوس تیورم یکی از دانه دارم. بعدی هم خودشو میگیسیم منهای صفر تا ال. البته این هم نوشتن هم که نوشتم M0 WX DX مساوی صفر. بچه ها این WX که اینجا انتخاب کردیم تابع وزنی که انتخاب کردیم برای که کار رو جلو ببریم میگیم این WX همون وریشن فیه. پس اونا برای اینجا می نویسن where WX که انتخاب شده اینجا همون وریشن فی هست در اکس های مختلف. حالا ممکنه یکی بگه چرا شما همچی کاری رو میکنی؟ میگم سب بدید ادامه میدیم ببینیم کجا میتونیم دیفرنشال فرمولیشن تبدیل به وریشنال فرمولیشن یا کنشمند بکنیم که در واقع بعدم اون کنشمنده میشه استن انرژی ذخیره شده در تیر، همون انرژی ذخیره شده در تیر. خب اگر چنانچه من اینجا باشم و بخوایم یه مرحله دیگر کارش رو برای اینکه استپ دو تموم بشه این هست که بگیم اینجا که هستیم بیام شرایط مرزی رو اعمال کنیم. شرایط مرزی مگه ما داده شده؟ بله شرایط مرزی ما داده شده. چون شرایط مرزی به ما داده شده بیایم اعمالش بکنیم. اینجا هست که حساب تغییرات وارد معمول میشه. لطفا یه لحظه تمرین کنیم. مگر ما WX نگرفتیم وریشن فی؟ یعنی اینجا WX وریشن فیه.
یعنی من اینجا باید بگم چی؟ اگر چند چیه بار دیگه بخوام بنویسمش، باید بنویسمش ER W در A D فی به D X در L. یه بار L بذارم، یه بار چی؟ E I W در سر دیه فی به دیه اکس در اکس مصاحب با سر. این میشه باز شده این بقیهش هم خودش. الان وقتی ایزن که میزنه ممنون توی باز کنید باز نمیسواد بکنید دبلیو در ای مطابق این رابطه میشه و برنشین فی در ای. اگر چنانچه فی در اکس و ایل به ما داده شده باشه برنشین شده صفر. اگر لازم نیست حتما اینا صفر باشه ها، حتی اگر عدد هم باشه باید برنشین صفر. پس اونا باید این دو جمله چند میشه صفر باشه و ما میمونیم و این دو تا جمله، یعنی در این منفی ما اگر چند چیز ضربش کنیم میگیم اینتگرال از صفر تا ال ای آی دی دبلیو به دی اکس دی فی به دی اکس دی اکس مساوی با منهای اینتگرال از صفر تا ال ام زیرو دبلیوی اکس دی اکس. در این منفی ضرب کردم میره همین طرف نگه داشتم و یکم بردم شد برم پس استپ دو میشود اینتگریشن بای پارت و اعمال شرایط مرزی. فعلا هم رو کل دومین خواهش بکنم دقت بکنید رو کل دومین هست، یعنی حدود اینتگرال اون از صفر داره. استپ سه جملاتی که هم دبلیو دارن هم فی دارن اسمشون میذاریم بای فانکشنال کا یادتون هست که بای فانکشنال یعنی چی؟ لاگرانجیان ویت مور دن وان دیپندنت وریبل کا مساوی هست با کدوم یک از اینا هم فی داره هم دبلیو؟ اولی. دومی فقط دبلیو داره. پس ما برای این میشود از صفر تا ال دی آی دی دبلیو به دی اکس یه فی به یه اکس یه اکس. جملاتی که فقط دبلیو دارن اسمشون میذاریم جه. خانم از خودم پرسید گفتش بایلینیر چیه؟ بای فانکشنال چیه؟ حالا این کار که درش دو تو آرگومنت به کار رفته میگیمش بای فانکشنال. بای یعنی دو، فانکشنال یعنی یک فانکشنالی که دو تو متغیر تابعی داره. کار باید دو تو شرط داشته باشه. اینجا هست که میگیم مور و میگیم گرد و گرد و
که باید دو تا شرط داشته باشه، جه باید یه شرط داشته باشه تا بتوانی از توی این یک کنشمند در بیاری. شروطی که باید که داشته باشه اینجا می‌نویسم. شرط اول که باید سیمتریک باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر جای دبلیو و فی را عوض کنیم اتفاق خاصی نیفته. سیمتریک بودن که یعنی که دبلیو ایکس و فی ایکس با که فی ایکس و دبلیو ایکس یکی باشه. پس یعنی پس اگر چنانچه شما اینجا اینو بکنید فی اینو بکنید دبلیو اتفاق میفته؟ نه، فقط چه اینا رو عوض کردید، ضرب هم که یعنی میتونید دو ضرب در سه با سه ضرب در دو یک. پس بنابراین چون این شرط برقرار هست پس بنابراین میگیم سیمتریک. ولی هنوز فعلا بای فانکشنال، هنوز بای لینیر نشده. شرط دوم، که باید بای لینیر باشه. بای لینیر بودن یعنی چی؟ یعنی اگر چنچه شما این دبلیو ایکس رو تبدیل کردید به آلفا یو به زاره به تابی، باید بتوانی این رو بنویسنش آلفا فلان اضافه بتا فلان. بعد فانکشنال که بعد لینیره اگر ما بتوانیم این رو اینجوری بنویسیم، حالا اگر چنانچه فی رو هم مشمول این قاعده قرار بدیم باز باید همین بشه. برای بای لینیر بودن یعنی هم نسبت به دبلیو باید لینیر باشه، هم نسبت به فی، هم نسبت به هر دو تاش. که اگر چنانچه این دو شرط برقرار بود و این شرط هم برقرار بود ما می توانیم به قرمزش می نویسم می رو می تونیم اسم کار عوض کنیم. یه اسم دیگری بهش بدیم. این اسم همون از حرف اول بایلینیر گرفته شده. بیه دبلیو ایکس و فی ایکس. اصلا جای دبلیو فی نه هست. خب اگر
و یه جور دیگه نمیشه بگیم میسیمتری. بله من دست میپرسن میگن موردی هم داریم؟ بله اگر چنانچه موردی فینانسیلتون یک مشتق محبوبی فرد درش به کار رفته باشید دیگه نمیتونید که انتگریشن باید پارت انجام بدید. تازه اگر انتگریشن باید پارت انجام بدید مشتق اصلی بند میذارید رو، یعنی اون گرفتار میکنید اون آزاد میکنید، بعد سیمتریک نیست. نگاه کنیم اگر یه جمله اینجوری داشته باشی توی مورد استرانفوربتون مشتق مرتبه فرد داشته باشی، خب باید در دربیلی رو ضربش کنی ها؟ بعد باید حالمت فرمان جمطوره دارم چیز میکنیم توی عبارته، بعد باید انتقال از بگیریم انتگریشن باید پارت انجام میدید. اگر اصرار به انتگریشن باید پارت داشته باشید میان مشتق از این برم داره میذاره که این آزاد میشه. آیا بعد این میتونید نشون بدید که جای دبلی و فی رو عوض بکنی سیمتریک؟ نه الان همینجا شما اگر از شمچه جای دبلی و فی رو عوض بکنید این میشه فی، این میشه دیه، دبلی به دیه این اون یکیه. No way. یه جورایی من خیالتون راحت کردم که کجا نمیتونیم ها؟ مشتق به فرد به کار رفته باشه به استرانفور نمیتونیم تبدیلش بکنیم به برای استرانفور بشه. جی فانکشنال ما او بای فانکشنال هست که ای فانکشنال هست، باید یه شرط داشته باشه، لینیر باشه. جی آلفا یو به اضافه بتا بی اگر بتوانیم بنویسیمش آلفا جه یو ایکس به اضافه بتا جه وی ایکس میگیم مجاز هستیم اسم جه رو عوض کنیم اگر این شرط داشت. بریم ببینیم داری یا نداره. البته هم بارایی هم میدونی چه کنتا چکار باید کنیم؟ باید به جای دیدن به جای دبلی و زالفایی و زالتابی بازش بکنید برمینید میشه یا نمیشه. اینجا هم اگر چند به جای دبلی و زالفایی و زالتابی بینیم میتونیم به صورت آلفا جیه یوی ایکس به اضافه فتا جیه یه ایکس نمیسیش. پس نوارین اسمش عوض میشه میشود من باز به قرمز اگر چند چه بنویسم اگر لینیه بود ما میتونیم در جی دبلیو ایکس رو اسمش عوض کنیم بنویسیمش ال دبلیو ایکس. خب نتیجتاً کا تبدیل به بی شد با داشتن این دوتا شرط، جی هم تبدیل به ال شد با داشتن شد هم کا با جی برابر بود. چرا کا با جی برابره؟ چون نامگذاری کا هست که جه هست، کا با جه برابره، پس نوبری بی هم با ال چطوره؟ برابر. پس نوبری اینجا میتونیم بنویسیم بیه دبلوی ایس و فی ایس مساوی با ال دبلوی ایس. ببینید چجوری کا به بی جه هم به ال تبدیل شد. حالا من نشون میدم اینجا از اینجور به بعدی فرمولی که می‌نویسم رو دیگه باید مصداقی ثابتش بکنیم، کلی نمیتونیم ثابتش بکنیم.
اگر چنانچه توانستیم کار ببین و جلو به دل تبدیل بکنیم، از توی این میتونیم یک کنشمند بسازیم. این کنشمند فرمول کلیش اینه، آیه تا به دستش میارم من فی اکس مساوی با یک دوم بی فی اکس در فی اکس منهای ال فی اکس. این رو من نمیتونم به صورت کلی ثابتش بکنم، ولی به صورت مثالی میتونم ثابتش بکنم که چرا اگر همچین رابطه ای داشتیم از توی این میتونیم این کنشمنده رو بسازیم. قبل اگه این چی گفتیش خب آیا بدینی آیه فی مساینه این بی چیکارش کنم، این دل چیکارش کنم، باید بریم با تجربه توانیم هر جایی دبلی داریم فی بذاریم تو علم، هر جایی که دبلی داریم فی بذاریم، چون نقصش نوست شد دیگه، این شد بی، این هم شد چی؟ خب من یه تکی از کجا رو پاک کنم اینجا آیا تا این بی داخل کرشه دوتاش فی باید باشه؟ بله گفتم این میگه عملا همینه، اینجا اگه بی و یه مسائل بود با های گذر از این به این این از هر جا در بلی دارم فی بزنم و اینجوری بنویسمش. حالا دلیلش، دلیلش من اول نتیجه اینو بنویسم اینجا، نتیجه این که چی میشه و بعد بگم چه طوری به این رسیدیم. آی از فانکشن آف فی اکس مساویه یک دوم اینتگرال از صفر تا ال، باید به جای دبلیو بزنم فی، می شود ای آی دی فی به دی اچ به فرمان دو ضرب در دی اکس. چکار کردم؟ به جای دی دبلیو به دی اچ گذاشتم دی فی به دی اچ، یه یک دوم هم تو فرمول بود به جاش گذاشتم. بعد منهای اون خود ال هستش منهای فلان، پس میشه به اضافه اینتگرال از صفر تا ال ام زیرو فی اکس دی اکس. چون حدود اینتگرال برای هر دوتاش یکیه، میتونم با رعایت این یک دومی که جلوش میشه اینم در یه دو ضرب کنم تو یک دوم ساده بشه، هر دوتا رو توی اینتگرال بنویسم، بنویسم آی فی اکس مساوی با یک دوم اینتگرال از صفر تا ال ای آی دی فی به دی اکس به توان دو به اضافه دو تا ام زیرو فی اکس بسته فی اکس. من قبل از اینکه برم چگونگی رسیدن به این رو براتون بگم برای این استاقه، برگردم به حساب تبدیل. خواهش کنم دقت بکنیم، این خیلی نکته مهمیه خانم مهندس، حواست به منه؟ اگر اینجا هستیم که اسنان فرم داریم، میگیم دنبال فی هستیم که توی رابطه صادق باشیم. اینجا نمیگیم اینجا دنبال فی هستیم که توی رابطه صادق باشیم، اینجا میگیم دنبال فی هستیم که آیا رو کمی نمیگیم. این همین لابرانجیانه، این هست که اگه چنانچه از رابطی که پاکش کردم استفاده بکنیم، اینو بگیریمش F
اگر چنانچه بریم از اول لاگرانژ استفاده بکنیم نفرمون باشه، بریم از اول لاگرانژ استفاده بکنیم اون دست میاد. چطوری؟ مشتق F نسبت به فی چقدر بچه ها؟ مشتق F نسبت به فی پرایم این هستش فی پرایم به توان دو مشاهده دیگه همه تون حالا مهندس علمانه متوجه میشه که چرا حساب تغییرات پیش نیازه فاینات لیمیت فی پرایم به توان دو مشتقش نسبت به فی پرایم میشه چی؟ دو تا فی پرایم یعنی دو تا دی فی به دی ایکس در یک دوم دو دوشم زده میشه میشود ای آی دی فی به دی ایکس نم فی پرایم حالا بگید چون یه اویلر لاگرانژ بزنه اویلر لاگرانژ چی بود؟ خودش مشتق F نسبت به فی منهای دی به دی ایکس مشتق F نسبت به چی بچا؟ می شود N0 به جای این ای آی چی تو شد؟ خورده میشه نه نه خورده میشه همین من باید زد میشه من های دی به دی ایس ای آی دی دوی دی دی به دی ایس یه همونه ای آی دی دوی دی به دی ایس نوسه ام زیرو و اما چرا؟ اینجا بودیم که گفتیم میام دبلیو رو تبدیل به چی میکنیم؟ به فی منتها اگر اینجا هستیم باید ازی استفاده کنیم تا بتونیم به صورت تدریجی اون رابطه خودمون درای کنیم من با اجازتون تکر بیدم به شرایط پس پاک میکنم میام به جای کا یعنی همین صفر تا ال ای آی به جای دبلیو میذارم وریشن فی پس میشود دیه به دیه اکس وریشن فی دیه فی به دیه اکس دیه اکس مساوی با منهای اینتگرال از تا ال ام زیرو وریشن فی از فانکشن آف اکس دی ایکس تنها کاری که کردم آمدم به جای دبلیو چی گذاشتم؟ وریشن فی گذاشتم خب یاد گرفتم تو حساب تغییرات میتونم جوی این جانوره رو با این جانوره چی کار کنم؟ عوض کنم یعنی بنویسم اینتگرال از صفر تا ال ای آی برای دی فی به دی ایکس هم اول می‌نویسیم دی فی به دی ایکس وریشن دی فی به دی ایکس دی ایکس مساوی با منهای وریشن هم می‌تونیم بیاریم بیرون چون ام زیرو ثابته صفر تا ال M0 فی ایکس
یه لحظه از باز خواص وریشن ما اگر چنان چون تو دیفرنشال کلکولس داشته باشیم بی دی بی بچه بی دی بی چجوری میتونی بنویسیم؟ میتونیم بنویسیم شکل دوم بی بی دو نه؟ یک دوم بی بی دو حالا اگر داشته باشیم بی وریشن بی این ها میتونیم برسیم یک دوم برنشین بی دو حالا فرض کنیم بی دو دیفی به دی اکس ای پس این ها میتونیم برسیدش اینتگرال صفر تا ال یک دوم بی آی برنشین دی اف تی به دی ایس به تمام چقدر؟ دی ایس مساوی و منهای وریشن از صفر تا ال ام زیرو فی ایس دی ایس حالا من این وریشن رو میتونم بیارم بیرون چون یک دومه ای آی چطوره؟ ثابته بعد این هم میارم این طرف وریشناش هم فاکتور میگیرم پس میشه بعد وریشنه اینجا این اینتگرال یک دوم اینتگرال از صفر تا ال ای آی دی بی به دی اکس به توان دو دی اکس به اضافه اینتگرال از صفر تا ال ام زیرو فی اکس دی اکس مساوی با صفر حالا اسم کل این رو بذارید آر میشه وریشن آی مساوی صفر پس خود آی اینه که وریشن صفر شده اگر کل این رو بگیرید آی البته این آیه با آیه اکی نیست این آیه کنشمنده اون آیه مومنت آف انرژی هسته که مومنت آف انرژی هست وریشن آی صفر شده پس خدا آی اینه این آیه هم همینه دیگه برگردیم به این هشتا فرق خاصیته که توی هندهاتی که خدمتون دادم اشاره کردم خانم مهندس صادقی اولین خاصیت رو بخونه آقای دکتر من میتونم یه سوال بپرسم تا پیدا کنم تو خط سوم این از پایین اومدیم ما از بالا شروع چهار اومدیم ما وریشن فی رو آوردیم بیرون انداختیم پشت آنتن رو یه بار دیگه پشت این میگید چه اینجا که اول اومدیم دیگه دربر باشی وریشن سمت راستش اینجا هم به جای دبلیو باشه برش بده حالا اینجا چون امزی رو به چیز مرد های وکسینی هم داشت چون موقعی که برش نگیم در ایکس فریز شده برش نگیم یعنی در یه امزی رو هم به ایکس بس نگی داشت باز میتونستیم برش بیاریم بیرون برش رو موردیم بیرون یعنی انتگرال برش با برش انتگرال چه فرق میکنه؟ نه 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 شما اینجا میگید نگاه کنید اگر چنانچه کجا این رابطه نگاه کنید هم رابطه بالایی از چیز بیاد بیرون بیرید تو حساب در رو اگر از نوتیشن و ریشن بخواید استفاده کنید شرط مانهایی بود از برای از صرفه و ریشن میگیرید دیگه نه؟ بعد میگید و ریشن آی میشه و ریشن ای بعد و ریشن ای میشه و ریشن اولی بعد و ریشن دومی بعد و ریشن برای داخل بفرمایید. فقط بخونید تا تفسیرش کنید چون تفسیر مهمه و بعد اگه خواستید یه داره که چون یه تعدادی از عزیزان بلقوهی که بعداً این مجموعه رو میبینن به اون فایل ها دسترسی ندارن به فایل هایی که برای اتیاز نفر فرستادی حداقل بگیم یه جوری هم بگید که صداتون بشنون توی
اولی، هشت حسن حسن اولی. As a result, an approximate solution can be sought in a larger class of competing functions. What does that mean? مفهوم این جمله چیه؟ الان من دور این خط میکشم، این دیفرنشیال فرمولیشن منه، دور این هم خط میکشم، این هم وریشنال فرمولیشن منه. Variational formation, differential formation. حسن اولی میگه چی؟ میگه همیشه درجه مشتق تو variational formation کمتر از درجه مشتق توی differential formation. خب بپرسیم ببینیم هست یا نه. اینجا درجه مشتق چقدر تو differential formation؟ دوه. اینجا درجه مشتق چقدر؟ یک. خب what would be the implication؟ پیامد ناشی از کاهش مشتق چیه؟ اگر چنانچه شما اینجا دنبال پاسخ تقریبی بگردی، یعنی ما خود مستقیماً معادله اسلام فرم رو تقریبی بکنیم، باید تابع تقریب شما هم خودش هم مشتقش پیوسته باشه تا مشتق دومش وجود داشته باشه. ولی اینجا چی را یه تابع تقریب خود بذاریم؟ اگر چنانچه از حضورتون اینجا بخوای بحث پیوستگی رو مطرح کنید، فقط کافی خود تابع پیوسته باشه. بچه ها اگر چنانچه شما اینجا برید تابع تقریبتون خطی بگیرید، چیزی گیرتون نمیاد، چون مشتق دومش صفر میشه. برای اینکه میتونید تا به تحریفتون خطی بگیرید. روشنه؟ پس بنابراین حسن اول وریشنال فرمیشنه این هست که ببینید، نمیم شما ببخشید داره دو نفرم خانم اصلا من اشکال نداره، این مثال میزنم که همه مقدار تحریف بشن، میخواد خواستگاری کنید. اگر زنی دنبال مرد، اگر مردی دنبال زن، یه سری شرط میذارید، هرچی شرطاتون بیشتر باشه تعداد انتخاباتون چطوره؟ کمتر میشه. اینجا چند تا شرط میذارید؟ دو تا شرط میذارید، تعداد انتخاباتون کمتر میشه. اینجا چند تا شرط میذارید؟ یه شرط میذارید. اینجا با انتخابات بیشتری مواجه هستید تا اینجا. افتاد یا نه افتاد؟ خواهی من شریفی دیگه بهتر از این مثال هم درستیم بذاریم. شما اینجا هم باید تابعتون هم مشتقش پیوسته باشه تا مشتق دوم وجود داشته باشه. اینجا از یه تابع خطی نمیتونید برای تابع تقریب استفاده کنید، چون دوباره که از مشتق میگیرید میشه صفر. ولی اینجا اگر شما تابع تقریبتون خطی بگیرید میتونید. منتها ملاحظات دیگری هست که به شما اجازه تابع خطی گرفتن، ولی از منظر پیوستگی میتونید تابع تقریبتون رو خطی بگیرید. این میشه حسن اول گذر از دیفرنشیال فرمولیشن به وریشنال فرمولیشن. پنج دقیقه دیگه من قضیه رو ختم میکنم. سرکار خانم مهندس صادقی حسن دوم. Conversion from differential formulation into variational formulation would help identifying the range of potential boundary conditions for which the differential formulation can be subjected to. منظور از این جمله چیه؟ خیلی مهمه. این جملات یه جملاتی هست که باید باز بشه. شما خودتون مشاهده دیگه یه عمری از اون گذشته، میدونید بعضی از مراجعی که نگاه میکنی هرچی یه جمله رو میخونید متوجه نمیشید چی چی میگه. یک بار براتون بازش بکنه. من مفهوم این جمله این هست که شما باید که میرید استپ یکی که مشکل ندارید باهش، که میاد در یه تابه وزنی ضرب میکنید و از سفتایل یا کل دامنه ماسبات اینتگرال میگیرید، توی قدم دوم میاد از اینتگریشن بایپارت استفاده میکنید.
حسن دوم میگه موقعی که میخواید از دیفرنشال فرمولیشن به دیفرنشال فرمولیشن گذر کنی یا به اینتگرال فرمولیشن گذر کنی روی کل دامنه محاسباتی، در این اینتگریشن بای پارت گرفتن شما میتونید به شرایط مرزی بالقوه‌ای که میتونید تندر بدید دسترسی پیدا کنید. مفهومش چی میشه؟ مفهومش این میشه که شما الان میگید اگر W خواهش کنم دقت بکنید، اگر چنانچه W همون وریشن فی باشه و به جایی که فی بهتون اسپسیفای شده باشه اسپسیفای نشده باشه، درچه وریشن صفر نیست، ولی که شما این تکه رو صفر بکنید که من اونجا بازش کردم، اگر چنانچه وریشن فی در این صفر نبود، اگر وریشن فی در صفر هم صفر نبود و شما خواستید کار رو جلو ببرید، باید تکلیف رو روشن کنید. خب تکلیف این که نمیتونیم بگیم این پوزش کنیم که صفر بشه، باید بریم ببینیم اگر فیلم داده نشده پس چی به ما داده شده. لطفا دقت بفرمایید، این خیلی مهمه. اگر به ما فی در اکس و سر داده نشده پس باید یا شرط مرزی نوع دو باشه یا شرط مرزی نوع سه باشه. اگر شرط مرزی نوع دو باشه یعنی چی به ما داده شده؟ سکن یعنی سکن داری منی به ما داده شده. مثلا اگر هم در اکس مسای سه هم در اکس مسای ای توی یه مسئله توی اینکه که نمتونه سکن داری به ما داده بشه، سکن داری به ما داده شده باشه یعنی دیفی به دی اکس در سه و دیفی به دی اکس در یه به ما داده. اما بیاشون میذاریم. خب این یه پیامد دیگری هم داره، اون پیامده حتی از این مهمتر چست مهمتر پرمانی که میخونم جمعش کنیم این جلسه رو تمام کنیم تو ذهنتون این باشه که در گذر از دیفرنشیال فرمولیشن به وریشنال فرمولیشن ما قادر هستیم شرایط مرزی بالقوه رو برای مسئله به دست بیاریم. اگر این W در A و W در C به ما داده نشده باشه باید اطلاعات در رابطه با این به ما بدن، اگر ندن نمیتونیم حل بکنیم، یعنی مسئله یونیک نیست جوابش. پیامد ناشی از دلینه کردن تعیین کردن شرایط مرزی بالقوه برای مسئله این هست. میگم و میگم یعنی یا سکندری داده باشه یا شد باشه یا ترکیبی از سکندری داده شد باشه، موقعی که بریم تبدیلش به دیفرنشیال به وریشن و فرمولیشن کنیم شرایط مرزی نوع دو و سه این بدل میشن توی وریشن و فرمولیشن. توی درس قبلی که تو امتحانم دادیم اگه بعض وقتا یه به اضافه اینجا میذاشتیم یه به اضافه فلان اینجا میذاشتیم یه به اضافه فلان هم شرایط مرزی چی بودن؟ دوم یا سه. بیشتر از این روی جلسه روز سه شنبه صحبت میکنیم که آشنا بشید، چون من مهندس خواب جلسه بعدم دارم و من مصاحبه خواب نشید. ممنون، سپاسگزارم.